آذر امسال هوای تهران 20 روز شرایط ناسالم را تجربه کرد، یعنی 2/3 کل روزهای این ماه. برخی اعضای شورای شهر میگویند دلیل افزایش سطح آلایندگی ها سوزاندن مازاد سوخت مازوت پالایشگاه هاست. مازوت یا همان نفت کوره سوختی ارزان اما بسیار آلوده کننده است. البته هزینه مصرف آن از گاز طبیعی کمتر است، اما به دلیل کمبود یا افت فشار گاز به ویژه در فصول سرد سال از سوی نیروگاه ها و صنایع استفاده می شود. زهرا نژاد بهرام عضو شورای شهر تهران گفته ظرفیت پالایشگاه ها از مازوت پر شده، ولی به دلیل تحریم ها کسی خریدارشان نیست و در نتیجه مازاد این مازوت را می سوزانند. با وجود این اظهارات، سازمان حفاظت محیط زیست تاکید دارد که منشأ اصلی آلودگی هوا اتوبوس های فرسوده است. معاون نظارت و پایش اداره محیط زیست استان تهران هم تأکید کرده که موردی مبنی بر استفاده از مازوت در نیروگاه‌های تأثیرگذار بر آلودگی هوای تهران در سال جاری رخ نداده است. با این حال معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست اواخر مهر گفت که استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه‌ها یکی از موضوعات مهمی است که در پاییز و زمستان بر آلودگی هوا اثر دارد. مسعود تجریشی اواخر مهر ماه گفته بود به ستاد کرونا پیشنهاد داده ایم استفاده از مازوت در تعدادی از نیروگاه های نزدیک مناطق مسکونی ممنوع شود. این یعنی دست کم در 7 ماه نخست امسال همچنان برخی نیروگاه ها از سوخت مازوت استفاده کردند. عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران گفته آلودگی مازوت تهران در دوران شیوع کرونا افزایش قابل توجهی داشته و آلایندگی آن میزان مرگ و میر ناشی از کرونا را تا 6 برابر افزایش می‌دهد. انگار کرونا و آلودگی هوا دست به یکی کردند که زندگی را برای ساکنان این کلان شهر سخت‌تر کند. محدودیت‌های کرونایی هم آمارهای رسمی را کمی پایین آورده، اما برای معضل آلودگی هوای پایتخت چاره‌ساز نبوده. ماده 3 قانون هوای پاک می‌گوید در مواقع اضطرار سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری وزارت کشور و تصویب هیئت وزیران باید ممنوعیت‌ها یا محدودیت‌هایی را برقرار کند. حالا تهران ناسالم است. بوی خوبی هم نمی‌دهد. اما تعطیل نیست. سازمان‌های متولی مدیریت شهر، هوا، محیط زیست و سوخت و انرژی هنوز در کشمکش یافتن دلایل این آلودگی هستند.